خوانندگان تا ببینیم چه خواهد. خب اول یه چیزی بپرسم، در این کتاب دریچه‌ای رو به دیروز، این عنوان یک سوتیت داره، این گذاشته ضد خاطره. بله. خب بگیم به داستان این ضد خاطره چیه؟ من نویسنده تمام عمرم قصه نویس بودم. کتابام همه یا رمان بوده یا شورت استوری بوده. حالا آمدم یه نگاهی بکنم به چند سال گذشته زندگی نسل خودم در گذشته. درست. این میتونست به صورت بیوگرافی باشه که از طرف من کار خطایی بود، چون بیوگرافی نوشتن مربوط است به آدمای بزرگ که شرح زندگیشون برای دیگران عبرتی بشه، راهنمایی بشه. شرایط من چنین نیست. کتاب خونده بودم از آندره مالرو به اسم ضد خاطرات، سالهای پیش، و این همیشه این کتاب تو ذهن من است. مالرو آمده بود مشاهداتش رو با آثار ادبی خودش مخلوط کرده بود، و وقتی که میرفت مثلا موضوعی میخواست بگه، میرفت روی فصلی از یکی از رمان‌های قبلیش. به این ترتیب من آمدم چنین تلفیقی به وجود آوردم. متاسفانه من مالرو هم نیستم. آخه اون قلم و اون شیوایی واقعا رشک برانگیزه. به هر حال این کتاب به دست من. حقیقت امرم این است که من شروع کردم به نوشتن یادداشت‌هایی تحت عنوان ما آمریکایی‌ها. حالا ما آمریکایی شدیم دیگه، خود اون آمریکایی میگیم دیگه. ضمن این که وقتی میگم ما آمریکایی‌ها، اصل آمریکایی‌ها هم در نظرم. مطالب کوچیک کوچیکی می‌نوشتم در انتقاد بر اوضاع اجتماعی و این قبیل کارها. با خودم گفتم که خب اینا رو 40 50 سال پیش آرت بوخوالد مینوشت اینا رو، دیگه چه کاری من اینو انجام بدم. یکی از این مقالات ما آمریکایی ها که از اولش هم این کتاب میگه که من در حال حاضر یک آمریکایی هستم، به این دلیله. این در خطوط 17 مسیر کار رو عوض کرد و من تصمیم گرفتم که او چنین چیزی بنویسم. حالا این نوشته یه نگاه بدبینانه، یک نگاه انتقادآمیز به نسلیه که من هم یکی از اعضای اون نسل بودم. که ما چه کردیم؟ ما امروز وارث یک اقدامات، یک فعالیت‌ها، یک نوع زیستن سابق خودمون هستیم. در این تردید نیست. اون چی که امروز در ایران می‌گذره یه عواملی داره که این عوامل رو باید در دیروز جستجو کرد. من آمدم به خودم، به رفقام، به دوستانی که دیده بودم در زندگی، باهاشون حشر و نشر داشتم، یک سفر زیگزاگ مانند مختصر کردم، عرضم کردم، مجبور بودم مختصر بکنم که بین ما آدم ها چجوری فکر میکردیم، چجوری زندگی میکردیم، به قانون به چه چشمی نگاه میکردیم. ولی در کتاب یه اشاره داریم که میگین که هم نسلای من زیادم آدم های بدی نبودن، مقصر نبودن که آیندگان یعنی نسل جدید به پاشون فقط اشتباهات نوشتن. بسیار نکته قشنگی. بله بله، ما مردان فرهیخته داشتیم، مردمان دانشمند داشتیم، کسانی بودن که خدمت کردن به فرهنگ ایران، اینها همه بودن. ولی در کل ما امروز چه بر کف داریم؟ چه اشتباه بزرگی کردیم که امروز این رو بر کف داریم؟ من دوباره اونم. خب از انتقادم ضمناً بسیاری بسیاری از انتقادات بسیار تیز و تند و زننده رو به خودم نسبت دادم. مثلا این که پدرم منو میبره تو شیرکشخانه، این در رابطه با من و پدرم نیست، در رابطه با یک پدر و پسر دیگری است. ولی من نخواستم همه گناه ها رو به گردن دیگران بندازم و این تصور رو در ذهن خواننده به وجود بیارم که از بالا نشستم دارم به همه ایراد میگیرم. این است که خیلی از این مسائل رو آوردم تو خانواده خودم. فرقی نمی کنه، این ما بودیم، اینجوری تربیت شدیم، تعلیم و تربیتمون اون شکلی بود، معلممون اون شکلی بود، مدیر مدرسه‌مون اون شکلی بود، ما شاگردا این شکلی بودیم، اومدیم تو جامعه، پاسبانمون اون شکلی بود، رئیس کلانتریمون اون شکلی بود که نوشتم، قاضیمون. ببینید این خاطرات، کتاب خاطراتون سه تا لول تعریف کردید. بله. و شما مطمئنا خاطراتو در همین چه میدونم اواخر نوشتین دیگه. بله بله، آره. من یکی دو سال اخیر دیگه. وقتی داریم در دوران بچگی رو نگاه میکنید، اون حالت طنزگونه رو حفظ کرد. بله. وقتی در دوران
یه کمی جوانترین، اون دوران هم نگاه میکنید یه تنزگونهی داره و وقتی هم به میانسالی و بعد پیران سری بگونم دیگه نتونستم ادبار و بدبختی و این جالب بودن این کتاب اتفاقا خاطراتی به نظر من خیلی تفاوت میکنه با هر کتاب خاطراتی که به طور کلی یک نواخت داره حرکت میکنه. بله و این من البته یه دارم میخواد حتما از دو گروه تشکر بکنم، یکی عباس پهلوان سردبیر مجله فردوسی و همچنین عسل نازنین که این یادداشت ها رو پاورقی کردن و در مجله فردوسی گذاشتن و مردم با کتاب شما و با این نوشته ها پیش آشنا شدن و همچنین از ساسان کمالی که در رادیو 670 مفصلا در این زمینه و واقعا من هم فرصتی است که از این دوست عزیزم، البته این ساسان کمالی هم محله‌ای من بود با چند سال اختلاف، شاید او مرا نشناسه ولی من خانواده رو میشناسم که تو 400 دستگاه زندگی میکردیم و این بچه کوچیکی بود، خب مؤدب، چقدر شیرین و دوست داشتنی. من پدر ایشون رو مثلا بیشتر میشناختم به خاطر اختلاف سنی که 7-8 سالی من با ساسان احتمالا تفاوت سنی دارم، میشناسم، خیلی هم دوستش دارم، از قدیم هم خیلی دوستش داشتم چون طنزگوی بسیار زیباییه، برنامه هایی که در تلویزیون اجرا میکرد خیلی شاد و خیلی تیز و هوشیارانه بود، من همیشه بهش علاقه من بودم. این آخری هم دیدم که خب به خاطر طبع خاصی که خودش داره از پاره از این مطالب خوشش آمده بود و در تلویزیون میگفت، در رادیو میگفت و من ازش تشکر دارم. با هم خب آقای اتریشی بفرمایید که آدم نمیتونه به تو بگه آمریکایی، ایرانی، اتریشی. به حال به من بگو که داستان نمسه و نمسچی و خدمتتون عرض کنم اتریشی و اینا که خیلی جالبه به دلیل اینکه یک اصلا فضای دیگه ای رو مطرح میکنه. بله در خانواده من افواهی، نه به صورت شجره نامه نوشته شده و این حرفا، اینطور گفته میشد که پدر بزرگ من یک تاجره، من باید به کدوم دوربین نگاه کنم؟ هر کدوم دوربین. پدر بزرگ من یک تاجر اتریشی بوده که می اومده به تبریز و از یه تاجر تبریزی پوست و روده و اینجور چیزا می خریده می برده. تبریزی ها به این آقا می گفتم نمساوی یعنی اتریشی. در ایران در کتاب‌های تاریخ هم که شما مراجعه بفرمایید تا اواخر دوره قاجار با اتریشی ها میگفتن نمساوی. همین الان به من گفتین به روسا چی میگفتن؟ سقلاوی. بله. چه کلمات ناجوری. بله. خب حالا به جاهای دیگه هم اسامی داشت، حالا من یادم نیست، هر کشوری یه جور میگفتن. از کنم به حضورتون که این آدم میاد عاشق دختر اون تاجر تبریزی میشه و با چه مصیبت هایی این آدم مسلمون میشه و نمیدونم مراسم مسلمان شدن براش اجرا میشه و اون زن تبریزی رو میگیره، دختر تبریزی رو میگیره که از اونها یک پسری به وجود میاد به نام اون پسر، اون حالا اسمش چی بذارن، یه اسمی بذارن که هم خانواده فرنگی ها بتونن بفهمن این چیه، هم ایرونی ها بتونن بفهمن. در نتیجه الکساندر رو پیدا میکنن. بنابراین پدر بزرگ من اسمش اسکندر میرزا بود. این اسکندر میرزا هم یه ازدواجی میکنه باز با یک دختر تبریزی در تبریز و فرزندی به وجود میاد، میرزا علی خان که پدر منه. من تو شناسنامه پدرم هم هنوز مینوشتن جدید الاسلام ما، ولی از مزایای جدید الاسلام ما هیچ بهره‌ای نبردیم. مزایای ما یه داشته. بله بله، میگن سالانه قله و قند شکر و این حرفا میزدن، نمیدونم چند تا گوسفند میزدن، خیلی محترمشون میداشتن، عزت میذاشتن بهشون به هر حال از محل اوقاف، ولی ما از این چیزا ندیدیم. همچون که در این کتاب هست ما یه استعداد نداشتیم، اونم استعداد پولدار شدن. خب استعداد بدی نیست. بله ولی این صحنه گرافیکی که در حقیقت در مورد مسلمان شدن جدتون نوشتیم خیلی قشنگ، خیلی زیباست که چجوری این جد مادریتون در حقیقت طرف رو خام میکنه و بالاخره عملیات روش انجام میده. فوق العاده است. خدمت درس کنم که
و از این اتریشی بودن خودت میخوای نتیجه بگیری که حلال زادم هستی. بله بله. و همچنین نه به خاطر اتریشی بودن حلال زاده هستم، به خاطر که اون پدر بزرگ بالاخره ختنه کردند و با این کار مسلمان شد و اگر نمیشد ازدواجش ازدواج غلطی بود بر اساس سنت روحانیت ایران، اون ازدواج به رسمیت شناخته نمیشد و من حرام زاده میشدم، اما با اون کار من حرام زاده شدم. هم حرام زاده، هم این که از عقده های موجود ایرانی ها بی بهره ای که مثلا ترک و مغول و عرب و نمیدونم اینا بهش حمله کردن. بله. از این برحذری. بابا من دیگه به من حمله نکردن. آره بشید دیگه، آقا من حمله نکردن. من اون عقده ها و اون سرکوفت ها و سرشکستگی ها و نمیدونم اون حالات روانی که در سر این شکست ها میتونم ادعا کنم که در من نباید باشه. و به هم حالا من چرا این حرف زدم، برای اینکه بگم آقا من یه مهمان تازه واردم و دلم نمیخواد به این آب و خاک خیانت کنم. تو که جدن در جدت ایرانی بودی چرا میخوای بهش خیانت کنی؟ به این دلیل این حرف وسط آمده. بله دیدم که کسایی که از دوستای اینجا مثلا میخواسته بره CIA بله استخدام بشه، شما میگه آقا تو که جدن در ایرانی هستی به چه مناسبت میخوای بره CIA استخدام بشه؟ تازه میخوای دست منم بگیری ببری. و یه موضوعی رو مطرح کردین اونجا که CIA یعنی اون دوستتون مطرح میکنه بلد. که CIA همچین هم کارش درست در نمیاد. این وقت میگه توی 50-60 سال گذشته هر کاری کردن غلط بوده و به ضرر خودشون بوده، بنابراین اگه من ایرانی برم کمک کنم به اینها و اونها پروژه هاشون انجام بدن چه بسا که این بارم غلط از آب در بیاد، به نفع خودمون باشه به ضرر اینها باشه. به نفع توجیه بود. بله توجیه بود. خیلی توجیه زیبایی البته، یعنی نشون میده که اگه آدم بخواد بره CIA بشه چه کار. خب این عنوان اتریشی بودن یا نسماوی بودن مزیاتشو مطرح کردی، اشکالاتی هم براتون هیچ وقت داشته تو طول زندگی؟ نه، برای اینکه هیچ وقت رو نشده اصلا. رو نشده؟ نه، این تو خانواده عمه و مادر بزرگ و حرفای حرفو رو زدن و من شنیدم. اون چی که از خانواده برای من میمونه نوع دیدها، باورها و خرافاتی بود که اونا توش غرق بودند و من در این کتاب آوردم که تعلیم تربیت ما در خانواده، پرورش ما در خانواده اصلا قرین با یک گله جن بوده. این جن ها هیچ وقت از زندگی ما بیرون نمی رفتند. خب چیکار کنه؟ عمه جانتون بالاخره سردرد داشته آقا. بله اون بیچاره سردرد داشته، جن ها رو گرفتن کردن تو قرابه سرکه و حالا پدر من میگه این جن ها مال ماست و عمتون اینا رو گرفته برده تصاحب کرده، این حق ماست. حالا بهش میگن این جنا رو تو میخوای چی کار کنی؟ میگه بالاخره ممکنه یه روزی یه فایده ای داشته باشه، من چرا اینا رو بدم به کسی؟ مال منه. ولی تصاحب و عمه بزرگ این جنا رو تصاحب کرده چون خانه و مستقل داشته و ما آواره بودیم و این حرفا، تو زیرزمین خونش همیشه این جنا رو نگهداری میکرد. چه اتفاقی افتاد راستی برای جنا آخرش؟ تو این کتاب رها میشن در انقلاب 57 که تمام آوارها میریزه و اونجا من میرم تو همون خونه عمه، میبینم که این تیرای سقف ریخته، تمام این قرابه ها شکستن. از اونجاست که من میفهمم این جمعیت چیه تو خیابون، این بلوایی. خیلی چیز جالبیست. کتاب ویژه‌ایست، کتاب بسیار بسیار ویژه‌ایست و من واقعا بینندگان عزیزمون رو دعوت میکنم به خواندن این کتاب. 750 صفحه شوخی نیست، ولی بهتون قول میدم کمتر از یه هفته بخونید. یعنی اگر کتابخونه واقعی باشید یه هفته ای، اگر کتابخونه غیر واقعی باشید دو هفته ای. به طور کلی ساده و شیرین نوشتن یه خاصیت خوبیست برای نویسندگانی که این خاصیت رو دارند. خوشبختانه من این خاصیت رو دارم. من یادم میاد که یا آقایی به من گفت، آقای شاهین‌پر، من در تمام عمرم کتاب نخونده بودم چون باور داشتم که کتاب خوندن فایده نداره، آدم باید بره دنبال پول. البته اون آقا چند تا کارخونه داشت و باید بره دنبال پول، وقت تلف کردنه. فلان کس کتاب شما رو به من داد و من دیشب که شروع کردم این کتاب شما رو دیگه نتونستم برم شام بخورم، ادامه دادم.
البته اون آقا افتخار میکرد که من کتاب شما رو دیشب تا 43 صفحش رو خوندم. البته این دیگه رکورد بود برای رکورد داره. آقای جایین پر، شما به دلیل شرایط ویژه‌ای که داشتین با بسیارانی از مشاهیر ادب و فرهنگ ایران هم نسل ماها یا کمی یه نسل گذشته مشهور و با همدیگه در به قول معروف خلوت بودین و با همدیگه در گفتگو و در انس و اینا بودین. خب یه کهکشانی از نامها هست، خودتون یه چند تا خاطره از این خاطرات رو مطرح کنید در این برنامه. به طور کلی پدر من اهل ادبیات بود، درویش هم بود، خط خوبی هم داشت، ستار هم خیلی خوب میزد. نوشتین که دختر مصطفی الممالک به خاطر ستاری که میزده عاشق شده. مصطفی الممالکی که در نفذدیر ممالک ایشون رفت و آمدهایی داشت، مثلا با علی اصغر حکمت، نمیدونم آدم های گنده، حالا من دیگه نمیخوام اسم ببرم یا یادم نمیاد. همیشه خانه ما در حال مهمان نوازی بود از رجال هنر و ادب و آدمای مشهور و حرفا، که یکی از اون آدمای این انجبی شیرازی بود. یادش بخیر. اون انجبی با پدر من رفاقت تنگاتنگی به وجود آورد و سالیان سال او هم با خودش یه گروه آدمایی رو می آورد و می برد، و که یکی از اون گروه آدم ها یکی دو سال پیش در لس آنجلس فوت کرد، شازده شهرسواری. این شازده شهرسواری از رفقای انجبی بود، ولی خیلی بی پول و فقیر و گدا بود، به دلیل فقرش به شوخی اسمش گذاشته بودن شازده. اما اون عمه بزرگ من به مجدانه خودش شازده میبینه. یک روز این شازده شهرسواری رو با خودش آورد خانه ما و روی کرد به عمم، گفتش که شازده خانم با شازده شهرسواری آشناشین. تا اینو گفت عمم چادرش انداخت رو سرش، گفت پسرم جان سلام عرض میکنم. خانم این شازده گداست، این مثل شما شازده. و عرض کنم که این معاشرت های پدرم خب برای من رو من تأثیر گذاشت، و همین دوستان پدرم هم بودن که وادار کردن منو که زودتر از سن لازم کتاب بخونم مثلا، و این رفت آمدها. پدر من شد مدیر داخلی روزنامه آتشبار که انجبی دایر میکرد تو پاساژ بهار در لاله‌زار. مادر من به تمام اعمال پدرم مشغول بود. یه روز به من گفتش که راه مدرسه برو اونجا ببین بابات اونجا چه کاره شده، آیا این انجبی، چون به انجبی هم نظر خوشی نداشت، میگو این انجبی باباتو برده اونجا چایی بیار کرده یا چی؟ اونو ما باید بفهمیم. من رفتم پاساژ بهار و روزنامه رو پیدا کردم و رفتم تو، دیدم نه بابام یه عینک ذره‌بینی زده پشت یه میز نشسته و داره این اوراقو تصحیح میکنه. خب خیلی برای من این افتخارآمیز بود. اما روبروش یه جوانی بود با موهای فرفری، لبای کلفت و این سیگار لای دوتا انگشتاش داشت، انگشتش میسوزوند و من نگران بودم که الان انگشتش میسوزه، ولی تند پشت سر هم مینوشت. بابام برگشت گفتش که احمد این ناصر پسر منه. اونم بلند شد با من دست داد، دو مرتبه نشست سر کارشو به کار کردن. من از اون به بعد علاقمند شدم برم روزنامه آتشبر که این احمد رو ببینم. 14 سالمه، یه جوری من عاشق این شدم. توی مدرسه ها میگفتن فلانی بارونیه فلانیه دخترا، تو پسرها رسلم، ولی من یه جوری شیفته این آدم شدم. اولا تو یه مغازه‌ای یه نیمتنه بتهوون دیده بودم و وقتی این دیدم این موها شبیه بتهوونه، صورتش هم همون. آره به حال این آدم منو گرفت و من هر روز میرفتم اونجا. از طریق ایشون با دیگرانی آشنا شدم، مثل مرتضی کیوان. مرتضی کیوان خیلی با محبت تر بود، این جدی و خشک بود احمد. اون نه، اون خیلی مهربان بود، من نشون به من شطرنج یاد داد و دائما هم میره کنار پنجره میشه سمتی که با من شطرنج بازی میکرد بیرون نگاه میکرد. گفتم چرا اینقدر شما بیرون نگاه میکنی، چرا حواست به بازی نیست؟ گفت
آقا من اومدم اینجا نشستم که مواظب باشم این لات و لوتا و چاقکشا نریزن، دسته شعبون میریزه روزنامه رو خورد و خاکشیر میکنه، ماها رو میزنن، چاقو میزنن، میکشنمون. ما باید بدونیم که زودتر فرار کنیم. و همیشه هم این سوال در ذهن من بود که اگه میریزن اینجا، اگه قراره بریزن اینجا و با چاقو بزنن، نمیدونم میز صندلی رو بشکنن، خب ما چرا زودتر فرار میکنیم؟ چه سالی؟ سال 31-32 نه سال بله بله ببخشید سال 31 سال 31 سال 31 این آشنایی ها، این معاشرت ها از طریق اون روزنامه برای من به وجود آمد تا اینکه کودتا شد یا انقلاب رستاخیز، معذرت میخوام، هرچی شد هرچی شد شد و اینا هر کدوم به یه سوراخی پنهان شدن. هنوز نگفتین احمد کیه ها؟ شاملو دیگه احمد. نه من میخواستم که من نگام ببینم متوجه بشم. بعد من آمدم از مدرسه دارالفنون بیرون ساعت 12 که تو اون راهروی زیرزمینی ساندویچ فروشی بود برم ساندویچ بخرم بخورم، دیدم از جلوی شهرداری، ساختمان شهرداری، یا آدمی داره رد میشه شکل احمدی. بودو بودو الله ماشینای دویدم از جلوی خیابون لاله‌زار که روبروش قرار بگیرم، دیدم خودشه. خیلی با ترس گفتم آقای شاملو سلام عرض میکنم. این تا منو دید کیفشو گذاشت لای دوتا پاهاش رو زمین، آغوش باز کرد، منو بغل کرد، الهی قربونت برم ناصر جون، مرد شدی، کجا بودی؟ من باور نمی کردم کسی تو ریالش باشه. و بله و این ظاهرا یه چیزایی میدونستی که من چقدر بهش علاقه مندم. این رفاقت از اون موقع، یعنی از کلاس پنجم متوسطه شروع شد. می اومدم برای سپانلو تعریفی کردم، سپانلو باور نمی کرد. گفتم دیشب احمد شاملو خونه ما بوده، با هم رفتیم عرق خوری کردیم برو بچه نه. تا یه بردم بهش معرفی، گفتم بیا خونه ما، اومد احمد دید و بعد دیگه باور کرد. ها پس شما سپانلو رو همچنان داشت دوست عبدت من شاگردی بودم و همشاگردی بودیم با سپانلو، همشاگردی بودم تو دارالفنون با سپانلو. بله بله این مثلا رفاقت با شاملو اینطوری به وجود اومد، رفاقت با فروغ فرخزاد به خاطر همبازی بودن تئاتر به وجود اومد. خب اونم حالا داستان خیلی مفصلی داره، شما از من نخواهید که من نصف کتاب رو براتون تعریف کنم. نه من دیگه کسی نمیره کتاب تو بخره برادر. میخرن این کتاب، این کتاب نمیشه نخرید نخون. شما تئاتر هم بازی کردی؟ بله. یعنی بازی کردی؟ اجرا نشد. اجرا نشد. یک تئاتر خودم نوشتم، خودم اجرا کردم در دارالفنون که البته تو این کتاب نشون میدم که ناتمام مانده، ولی نه ما اون رو اجرا کردیم در دوران نوجوانی. بله بله همون کلاس پنجم ششم دبیرستان که بودیم. یه من خیلی علاقه داشتم به نویسندگی و خیلی دلم می‌خواست که یه کاری بکنم که بقیه همشاگردیام رفیقام ببینن و پوز بدم. من جمله اینکه مدیر مدرسه‌مون یک روزنامه‌ای داشت، تو اون روزنامه نوشته بود که شاگردای مدرسه دارالفنون بچهای برجسته‌ای توشون هستن و ناصر شاهین‌پر یکی از نویسندگان آینده این مملکته. دورش هم خط کشیده بود، زده بود تو جبه اعلانات. این دیگه برای من شده بود یک آتاریکه خیلی زیاد. ما رفتیم یه نمایشنامه نوشتیم که یه آقایی رفته به مسجد محل گفته من دختر دم بخت دارم، اعلام کنید که کسی بیاد خواستگاری که این رو بگیره. حالا یه خواستگار کور درست کردیم که این خواستگار کور نمیخواد به خانواده عروس بگه من کورم و میره در خانه و خواستگاری. خب بدیهیست که آدمی که کوره و نمیخواد بگه من کورم چه حوادثی به وجود میاد. خیلی خنده‌دار شده بود و همه میخندیدن. ملودرام خواهد این کتاب ویژه. یه جا در مورد این پسرمتون، یعنی من دلم میخواد که حال و هوای دوران یک بروکراسی اداری رو مطرح کنم. در این بروکراسی اداری که فرض کنید یک کارخونه قرار تأسیس بشه، یه مدیرعاملی هم برایش در نظر گرفته میشه، بعد اصلا قضیه کارخونه به هم میخوره ولی مدیرعامل سر جاش میمونه. بله این داستان چطور ممکنه همچیزی و اصلا یه خورده از به سابقه هم به عقب تر برگردیم باز خوشمزه تر میشه داستان. این است که
تو اون خیابون مولوی کوچه شاب دوله عمه بزرگ من یه خانه ای داشت به سبک معماری سنتی خانه های ایرانی، یعنی یک ایوان سرتاسری، 5 تا اتاق و بعدم پایینش هم زیرزمین و آشپزخونه و نمیدونم خزانه یا آب انبار و این حرفا. یکی از این اتاق مال پسر بزرگ عمم بود به نام حسین قلی. این حسین قلی برخلاف سایر برادران میخواست درس بخونه و عالم بشه. اونایی دیگه از اون آغاز کار هیچ کدومشون دیپلم نگرفتن، حتی یکیشون دیپلم گرفت با معدل 10، نه 10.1، فقط 10 ناپلونی، ده. معلومه که به ضرب چاقو و لاتای محله و حرفا رفته این دیپلم رو گرفته، قاب کرده بود زده بود به اتاقش. حتی اون بعدها معاون وزیر و مدیر عامل و مدیر کل این حرفا شد و خیلی لولنگش آب برمیداشت. بگذاریم. اما این حسین قلی 4 سال توی اون اتاق در رو خودش بست، نون و سیب زمینی خورد و درس خوند. حالا اون تو چی میخوند ما نمیدونیم، بدون هیچ معلمی، کتابی، راهنمایی، شاید هم جزواتی کتابایی به خودش برده بود اون تو. اینم من به سن خودم ندیدم، اینو پدرم برای من تعریف کرده که اومد در رو باز کرد، اومد تو ایوون و صدای استخونهای پشتش در آورد، خستگی در کرد، گفت آخیش بعد 4 سال آره گفت آخیش مهندس شدم، شده دیگه با مهندس شد. بعد امیر شرکت کامسارکس خودشو معرفی میکنه به اونا، میگه من مهندسم، تو کار راه آهن به من کار بدید. اونا میبینن این چهار کلمه آلمانی بلده حرف بزنه، ولی خب مهندس که نیست. اینو میکنن سرکارگر که با موتورسیکلت بره توی این جاهایی که کارگرها کار میکنن توی بیابون، حقوقای اینا رو بده و مراقب این کارا باشه. تا اینکه رضا شاه تصمیم میگیره که البته من اینو خیلی طنزآلود دیگه نوشتم، تصمیم میگیرن که ذوب آهن درست کنن. میان کرج رو به خاطر هم معادن زغال سنگ هم به خاطر رودخانه کرج یه محلی رو انتخاب میکنند و دنبال یه آدمی میگردن. این آدم به توصیه یک آیت اللهی نمیدونم چجوری میشه مدیر عامل ذوب آهن ملی ایران در کرج. یه خانه میسازن برای مدیر عامل، یک زمین وسیعی رو میذارن، یه نقشه های لوله شده یه هم به این آقا میدن که تو این نقشه دیگه کارخانه رو بساز. این هم روی نقشه روی زمین ها با گچ خط میکشه که اینا رو بکنن برای پیکاری و این حرف ها. یه مسافر اتریشی، یه کارشناس اتریشی میاد در ایران و به وسیله یکی از رجال مملکت با شاه ملاقات میکنه و به رضا شاه میگه که آقا اینجا جای مناسبی برای ذوب آهن نیست. شاه میگه چرا؟ میگه 100 تا دلیل هست. حالا این مکالمات ما از طریق اون آدم واسطه شنیدیم. 100 تا دلیلش، اول اینه که این آب کافی نیست. میگه خب دلایل بعدی رو نگو. برو. نشه. اینجا ذوب آهن. اما ایشون به عنوان مدیر عامل ذوب آهن ملی ایران یا کشور ایران اونجا میمونه. وقایع شهریور 20 رخ میده، رضا شاه از مملکت میره. شاه جدید میاد. این همچنان مدیر عامل بود. ما رفتیم مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، این همچنان اونجا مدیر عامل بود. اونجا زن گرفت، بچه دار شد، بچه هاش فرستاد اروپا برای تحصیلات، همچنان مدیر عامل بود. حالا که من نگاه میکنم میبینم که چه ضوابطی وجود داشته تو کشور ما، چگونه یک جایی که قرار نیست دیگه کارخانه ذوب آهن باشه، یه مدیر عاملش توی خونه خرابه تا آخر عمر میمونه. وقتی هم که بازنشسته شده بود مینالید از بیکاری، میگفت من بیکار شدم حالا دیگه میمیرم، چون آدم فعال در عالم بیکاری خواهد مرد. این یاره این یکی از اقوام بود. حسین قلی، حسین قلی بله، نیرومند بله، حسین قلی نیرومند راد بله بله، فامیلیش هم راد بود. چیز جالب، من میخواستم یه کمی در مورد شیرکشخانه ها صحبت کنیم. یعنی واقعا این شیرکشخانه قیافش چه شکلی بود، چه جوری بود در این محله هایی که رفته بودید یا براتون تعریف کرده بودن؟ نه من یه در مشهد یک بار شیرکشخانه رو دیدم، موقعی که 7 سالم بود، 7 سال و نیمم بود،
دیدم اونجا رو، با پدرم دیدم. منطقه اون داستانی که عرض کردم، اون داستان مالی آدم دیگه ریست که دیدم. ولی پدرم منو برد در یه جایی توی یه کوچه پس کوچه‌ای، یه خیابونی بود در مشهد بهش گفتن خیابون خاکی. تو اون خیابون خاکی از توی کوچه‌ای عبور کردیم. پدرم هم به من میگفت تو دیگه مرد شدی، مردا نباید حرفای مردانه رو ببرن برای زنا تو خونه تعریف کنن، تو به مادرت نگو که ما کجا رفتیم. بگم چشم. یه جایی بود که یه قسمتش از این آهن نبشی ها بود که لابلا شیشه گذاشته بودن که نور بیاد، ولی یک سالن باریک و درازی بود، شاید 8-9 تا 10 تا دوشک این طرف و همینقدرم این طرف بود، و یه آدمی که مثل بادمجونی که توی ماهتابی سرخش کرده باشن چجوری جلز ولزش در اومده، یه همچه آدمی، ولی اینا همه مو داشتن خیلی زیاد، این یادمه موهاش اومد دست نرفته بود، یه همچه آدم اسکلتی خابیده بود و یکی یکی مهمون خابیده بود که اینطوری لم داده بود، مهمون میپذیرفت. یه چراغ همون وسط بود و یه چوبی هم بود که وسطش یه حقه داشت، یه مقدار هم از این طرف حقه ادامه داشت که نمیدونم چرا، فقط شاید برای اینکه دست بگیرن. و دیگه این رو اون مواد رو میذاشتم اون سوراخی رو میپخت میداد دهن، میذاشت رو دهن مشتریش، خودش هم این ورش رو میگرفت و با یه سیخ داغ اینطوری اینطوری میکرد که این شعله از اون سوراخه عبور کنه و دود چه بیاد بیرون. من به وضوح این رو اونجا دیدم. اما پدرم برام تعریف میکرد که تو خیابون باغشار در جنوب شهر یه جایی بود که تابلوی بسیار بزرگی زده بودن به اسم دارالشفا. حالا چرا اینو گفت؟ میگفت این دارالشفا جایی بود که هر کسی از اینجا رد میشد تو خیابون مولوی، کمر درد داشت، سر درد، پا درد داشت، میرفت اونجا. اونجا یه دونه دوشک میخوابید، یه بس شیره میکشید، میرفت. پولم نمیداد. اینه قانونی. آره، اونجا گذاشتن اسمش هم بود دارالشفا. میکشید و میرفت. که ظاهرا زمان رضا شاه بسته میشه اینجا. و داستانی که اون پدر من از اون میگفت معلوم بود که این دوشکا و این ساقیهایی که شیره میدن به آدم بیشتر از 50-60 است مثلا در اونجا. آقای جایی پر الان معتقدن که در ایران یه چیزی بوده 8 میلیون نفر معتاد یا شاید هم بیشتر وجود داره. بله، متاسفانه بله. و مسئله شیره کشخانه طبیعتا به یک صورت عمومی داره انجام میشه، در حالی که من معتقدم که برعکس اون چیزی که شایع کردن، هم نسلان شما اصلا واقعا در این زمینه اصلا ندیده بودن یا بسیار بسیار اگرم بوده محدود بوده، و این چیزی که الان اتفاق میفته و جوانهای ما رو گرفتار کرده حیرت انگیز بلکه شگفت انگیز. آقای خلیلی، هم نسلان من یه مقدار مدرن شده بودند، به این دلیل هروئین میکشیدند. بله، من خیلی خیلی تو اون کافه نادری و کافه فیروز و اونجایی که میرفتیم دوست و آشنا دور و نزدیک اشخاص رو میدیدم که مبتلای به هروئین هستند، و بعد از مدتی هم خود همون اشخاص میومدن به گدایی، مثلا همین آقای لبخندی، رامین فرزاد که گوینده رادیو بود و تئاتر بازی میکرد و با من هم در همون نمایشنامه برنارچا همبازی بود. یک بار من در کافه نادری با رفقام نشسته بودیم و میگفتیم و میخندیدیم، یا آقای اومد پشت سر من ایستاد و کمک طلب کرد، و بعضی از بچه ها گفتن برو آقا نداریم، یه نفرم یه تومن بهش داد. من برگشتم دیدم قیافش آشناست. نفر بغلسی گفتش که این فلانیه، این فرزاده. تا اینو گفت من یه 20 تومانی درآوردم دادم بهش. اینا تشکر کرد و رفت. رفقا به من حمله کردن که چرا این کارو کردی، این کار خیلی احمقانه بود، این بعد یک تومن گدایی کنه که شرمش بشه شاید بره ترک کنه، نه اینکه ما بلد بودیم بهش زیادی پول بدیم، ولی من خیلی دارم سوخت. من اینجور آدم ها رو زیاد دیدم. ببینید تو این کتاب شما از بازرگان اسپوردین، از مثلا مهندس جودت توده‌ای اسپوردین، از
از خیلی کسا، از ملی، مذهبی، چپ، راست، افکار سیاسی شما چیه؟ من جز این که اعلام کنم که وطن پرستم، وطنم رو دوست دارم، مردم وطنم رو دوست دارم، به زندگی یه رابطه عاطفی بسیار بسیار عمیق دارم با تاریخ مملکتم و این تاریخ رو دوست می‌دارم، هیچ وابستگی به هیچ گروه و دسته‌ای هم هیچ وقت نداشتم، جز اینکه یک بار در سن 14-15 سالگی اون آقای هدایتی آمد منو وادار کرد که من برم، بعد از کودتای 28 مرداد منو وادار کرد که برم به عضو سازمان جوانان باشم و این 2 ماه یا 3 ماه طول کشید. بی‌رویگی‌های بسیار زیادی دیدم در کارشون. سازمان جوانان نیز به توده بود. بله. و آمدم بیرون. که همون موقع در خانواده قوقایی شده بود، چون پدرم فهمیده بود و رفته بود اون میتخانو که با نمره 10 دیپلم گرفته بود، حالا معاون وزیر شده بود، اونو صدا زده بود که اون بیاد من نصیحت کنه. در خانواده یه آدم موفق نصیحتش بیشتر پذیرفته میشه. اینو نیست که من پشت جلد کتاب گذاشتم، اینه. خب از صحبت‌های ناصر شاهین‌پر خسته نمیشیم، ولی که ما بایستی این برنامه رو ترک کنیم. از ناصر شاهین‌پر قول گرفتم که در کتاب فروشی شرکت کتاب براش یک مراسم امضای کتاب و همچنین سخنرانی و خواندن کتابش رو حتما داشته باشیم. اونم قول مساعد داده، در اورنج کانتی هم خواهیم داشت، اگر در جاهای دیگه امریکا هم دست بده از ناصر خواهش میکنم مسافرت کنه، به دلیل اینکه کتاب کتاب فوق‌العاده است. اتفاق ناصر شاهین‌پر و به اتفاق دوست عزیزم بهروز که در قسمت فنی هست و از سوی حمید مهدی‌پور انتشارات فروغ و همچنین از سوی آقای درخشانی از انتشارات پگاه در تورنتو و از سوی شرکت کتاب با شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.